مکانیزم قدرتمندترین موشک ایران که تا به الان به اسرائیل شلیک نشده است، از زبان سردار حاجی زاده. ادامه صحبت‌های سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس. سردار علی محمد نائینی: کیفیت پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی بیش از چیزی هست که تصور میکنید. خوش اومدید به این سرتیتر خبری. در ادامه اتفاقات 24 ساعت گذشته اینجا هستیم با هم دیگه به تک تک این اتفاقات بپردازیم. پاسخ تعرض جدید صهیونیست‌ها قطعی و قاطع داده خواهد شد. صریح و قاطع عرض میکنم، پاسخ تعرض جدید دشمن قطعی و قاطع داده خواهد شد. پاسخ فراتر از درک دشمن با تدبیر و قدرت خواهد بود. عملیات وعده صادقه 1 و 2، پاسخ تعرضهای قبلی دشمن به کنسولگری ایران در سوریه و شهادت هنیه در ایران بود. اقدام اخیر رژیم صهیونیستی یک تعرض جدید بود. دشمن باید درس بگیرد که نمیتواند دست به هر شرارتی بزند و پاسخ شرارت خودش را بی تردید و کوبنده دریافت خواهد کرد. حامیان رژیم صهیونیستی هم بدانند اقدام اخیر رژیم صهیونیستی شرارت جدید بود و جمهوری اسلامی ایران حق پاسخ به آن را دارد. به حول قوه الهی انشاءالله قدرت ابتکار و اراده ملت ایران را به رژیم صهیونیستی خواهیم فهماند و کیفیت پاسخ در اختیار ماست. دشمن می داند ما در عملیات واقعی علیه جغرافیای کوچک او هیچ مشکلی نداریم. با آشکار شدن آسیب‌هایش درک او هم تغییر خواهد کرد. وعده صادق نشان داد اسرائیل سپری برای دفاع کردن از خود ندارد. عملیات وعده صادق میزان آسیب پذیری دشمن را آشکار ساخت و مشخص کرد رژیم صهیونیستی سپری در برابر دفاع ندارد. وعده صادق 2 با تحریزی دقیق، هوشمند و بازدارنده و همراه با غافلگیری دشمن در تاکتیک بود. عملیات تنبیهی با پیام‌های قوی و 100% موفق بود. به نحوی تحریزی شد که همزمان مراکز راداری اطلاعاتی و پایگاه‌های هوایی رژیم صهیونیستی نتوانند با آن مقابله کنند. رژیم صهیونیستی رسما مسئولیت تعرض به ایران را پذیرفته و باید منتظر پاسخ باشد. پاسخ ما منطقی و کاملا مشروع و حقوقی است. در چهارچوب منشور سازمان ملل و دفاع از امنیت کشور خودمان باید به این تعرض پاسخ دهیم. ملت ایران دشمنانی در مقیاس بزرگ را شکست دادند و برآوردها و محاسبات آنها را تغییر نداده است. همان گونه که برای شما عزیزان قرار شد، صحبت‌های سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو برای شما عزیزان در جدیدترین صحبت‌ها روایت کردیم. در ادامه ویدیو می‌خوایم بشنویم صحبت‌های سردار حاجی زاده در خصوص یکی از تکنولوژی‌های پیشرفته و جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه موشکی و موشک‌هایی که تا به الان به اسرائیل شلیک نشدند. به وعده صادق 2 ما آخرین تجهیزاتمون رو رونمایی نکردیم و از آخرین دستاوردهای موشکی خودمون استفاده نکردیم. اینا همه میدونن، خود رژیم صهیونیستی هم خوب میدونه. یک سری تجهیزات میانه رو استفاده کردیم و اونا رو گذاشتیم توی زرادخونه های موشکیمون بمونه. یکی از اون موشکایی که خیلی همون سر وعده صادق 2 همه دنبالش بودن ببینن که شلیک شد کجا خورد، همین موشک خرمشهره. موشک خرمشهر یک ویژگی خاص داره و اون سر جنگی یا همون هدوارشه. زمانی که بوستر یا بدنه یا اون مخزن سوخت موشک جدا میشه ازش و سر جنگی شیرجه میزنه به طرف هدفش، هنوز نرسیده به هدف، سر جنگی باز میشه و هر تیر موشک خرمشهر، هر سر جنگی موشک خرمشهر تبدیل میشه به 80 تیر موشک و اینها به صورت هوشمند به هدفشون برخورد میکنن. این ویژگی خاص موشک خرمشهره که حتی اگه پدافند هم بنا باشه باهاش درگیر بشه و بهش برسه، برای هر تیر موشک خرمشهر باید 80 تیر بزنن. یعنی هر اگه 100 تا از اینا بزنیم، 8000 تا موشک پدافندی باید باشن تا فقط از در مقابل 100 تا موشک خرمشهر بیستن. صحبت های محمد تادی بسه. ببینیم سردار عزیزمون آقای حاجی زاده در این باره چی میگن. موشک خرمشهر که چند روز پیش وزیر محترم دفاع اونو رونمایی کرد، شما این رو بدانید، این موشک یک موشک شلیک میشه ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد اصابت قرار میده.
اگر 100 فروند از این موشک ها رو شلیک بکنیم از این ور 100 فروند میره، ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد اصابت قرار میده. اما در ادامه به صحبت‌های آقای ناینی بپردازیم و گفت که دشمن حقیرتر و عاجزتر از این است که بخواهد بر اراده و درک ما تأثیر بگذارد. ما در مقابل تعرض به امنیت کشور به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم و کار دشمن رو نادیده نمی‌گیریم. حمله اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران نقض حاکمیت ملی و زیر پا گذاشتن خطوط قرمز بود. امنیت ایران اسلامی و حفظ معادله بازدارندگی مسئله ساده‌ای نیست که ما از آن بگذریم. دشمن بداند ایران کشور کوچکی نیست که به راحتی با حمله دچار شوک و مشکل شود. مردم ایران ده ها نوبت تجربه براندازی و فروپاشی داشتند و درک محاسباتی آنها دقیق است. آن که در تعرض به امنیت ایران آسیب می‌بیند شما هستید. با هر اتفاقی می‌تواند موجودیت خودتون رو به خطر بندازید. درک متوهمانه دشمن این است که فکر می‌کند می‌تواند هر کجا و هر زمان تعرض کند، بعد هم وقاحت از آمریکایی ها را کمک بگیرد تا ما را از پاسخ باز دارد. رژیم گرگ صفت صهیونیستی مقاومت مردم غزه و لبنان را زیر ضربات سنگین و وحشیانه قرار داد. مردم را در محاصره کامل و آوارگی و گرسنگی قرار داد. مراکز درمانی را هدف قرار داد و فکر کرد مردم خسته می شوند و دست از حمایت از مقاومت بر می دارند. اینجا هم محاسبه رژیم صهیونیستی غلط بود. در مجموع اتاق جنگ رژیم صهیونیستی توسط آمریکایی‌ها اداره می‌شود و دچار توهم هستند. تا اینجا رژیم صهیونیستی در هر اقدامی در مقابله با جبهه عظیم مقاومت جز شرارت چیزی نداشته و شکست خورده. رژیم باید خودش را برای پذیرفتن یک شکست قطعی از مقاومت آماده کند. این رژیم صهیونیستی مثل یک نظام در حال فروپاشی عمل می‌کند. نظام‌ها و رژیم ها وقتی به مرحله فروپاشی و زوال قطعی میرسند کور عمل میکنند، بی منطق، بدون رعایت هیچ قاعده ای، چون خود را در مرز ممات میبینند، به هر جنایتی دست میزنند. ما به آنها هشدار میدهیم و میگوییم شما به تاریخ رجوع کنید، نه به گذشته های دور، به تاریخ 45 سال گذشته رجوع کنید. عملیات های ما را در جنگ آنگاه که همه شما بودید مطالعه کنید، ببینید رفتار ملت ایران را در جنگ با دشمنانشان ببینید. شما در سالهای پایانی جنگ مستقیم در دریا وارد شدید. موشک‌های شما، توپ‌های شما، اطلاعات شما همه جا عمل می‌کرد. شما کامل در صحنه بودید، ما شما را می دیدیم، بعد از آن هم دیدیم در محاصره های اقتصادی، در تحریم، در تهاجمات فرهنگی، در تلاش برای منزوی کردن سیاسی ایران، در فتنه های داخلی، همه جا شما آشکار بودید.